دادگاه تجدید نظر فدرال در شهر سانفرانسیسکو روز سه‌شنبه به دعوای حقوقی مربوط به فرمان اجرایی پرزیدنت دونالد ترامپ بر سر تعلیق موقت برنامه پذیرش پناهجویان و منع موقت ورود شهروندان هفت کشور عمدتاً مسلمان رسیدگی خواهد کرد. از سوی دولت پرزیدنت ترامپ، وکلای وزارت دادگستری از فرمان اجرایی به عنوان عملی قانونی در حیطه اختیارات رئیس جمهوری دفاع خواهند کرد و مدعیان دولت در این پرونده دو ایالت واشنگتن و مینسوتا هستند که میگویند فرمان پرزیدنت ترامپ خلاف قانون اساسی کشور است. فرهاد پولادی گزارش میده. وزیران دادگستری 15 ایالت، اتحادیه آزادی‌های مدنی در آمریکا و حدود 100 شرکت بزرگ از شکایت‌های ایالت‌های واشنگتن و مینیسوتا علیه فرمان ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ حمایت کردند. نمایندگان دولت دستور قاضی فدرال به تعلیق فرمان اجرایی را فراتر از اختیارات وی می‌دانند. قاضی جیمز روبارت که جمعه پیش با حکم خود اجرای فرمان ریاست جمهوری را معلق کرد، می‌گوید که وظیفه قاضی اطمینان از تبعیت دولت از قوانین موضوعی کشور است. پرزیدنت ترامپ در جدیدترین توییت خود که به این مسئله پرداخته است نوشت: تهدیدات ناشی از تروریسم اسلامگرای رادیکال واقعی است. به خاورمیانه و اروپا بنگرید. دادگاه‌ها باید سریعاً عمل کنند. فرمانده کل قوا روز گذشته در جمع پرسنل و فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام به این مسئله اشاره کرد و خواستار تغییر حکم دادگاه شد. شما مسائل چند روز پیش را حتما دنبال کرده اید. ما به برنامه‌های قوی نیازمندیم که در چارچوبان کسانی که ما و کشورمان را دوست داشته و خواهند داشت وارد کشور شوند، نه کسانی که خواهان نابودی ما و کشورمان هستند. در همین زمینه شان سپایسر، سخنگوی کاخ سفید، در جمع خبرنگاران گفت که فرمان ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ در چارچوب قانون اساسی کشور است. آشکار است که عملکرد رئیس جمهوری قانونی و کاملا در چارچوب قانون اساسی کشور است. وقتی مسئله حفظ جان مردم است، قانون به او آزادی عمل گسترده‌ای داده است. چارلز کروزمن، استاد دانشگاه کارولینای شمالی، بر این باور است که دولت در تهیه فهرست کشورهایی که ورود اتباعشان به آمریکا موقتاً ممنوع شده، مرتکب اشتباه شده است. حتی یک نفر هم از سوی اتباع این کشورها در آمریکا در چارچوب اعمال افراطی کشته نشده است. آقای کروزمن بر این عقیده است که میزان خشونت ناشی از افرادگرایی در آمریکا در مقایسه با دیگر اشکال خشونت مرگبار ناچیز است. میزان اقدامات خشونت‌آمیزی که توسط مسلمانان افراطی در آمریکا به وقوع پیوسته نسبت به تعداد قتل‌ها و دیگر اشکال خشونت مرگبار بسیار ناچیز است. فقط تعداد بسیار کمی از کشتارها ریشه افراطی اسلامی دارد. در صورت ادامه کشاکش دولت پرزیدنت و معترضان به فرمان ریاست جمهوری او، فراتر از رأی دادگاه تجدید نظر در شهر سان فرانسیسکو، این پرونده در دیوان عالی آمریکا بررسی خواهد شد. فرهاد پولادی، صدا آمریکا.